با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای روز کانال رنگارنگ خوش آمدید کانال خودتان را سابسکرایب کنید و زنگ آگاهی را فشار بدهید و از بهترین های روز در افغانستان و به جهان بهره مند گردید سرخط مهمترین ها و تازه ترین های روز حکومت افغانستان 600 زندانی طالبان را رهانی می کند خشونت طالبان اجماع ملی صلح را خط شدار می کند سقوط تیاره کشفی پاکستان در کنر به تهدید زلزله های احتمالی عدم آگاهی مردم و بی حکومت شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از میان فهرست پنج هزار زندانی طالبان حکومت 600 تن آنان را آزاد نخواهد کرد جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز دوشنبه شش جولای شانزه سرطان به صدای آمریکا گفت که روند رهایی زندانیان جریان دارد یک شمار زندانیان در میان آنان است که آزاد نمی چون آنها مسائل شخصی حق ابدی دارند آقای فیصل افزوده که این افراد به جرم دزدی قتل فساد و قاچاق در زندانها در این کشور به سر میبرند سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که گروه طالبان باید به جای آزادسازی این افراد فهرست تازه از زندانیانشان را با حکومت افغانستان شریک کند بر اساس توافقنامه این صلح که به تاریخ 29 فوریه میان ایالات متحده ای آمریکا و طالبان در قطر امضا شد باید حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان را و به گروه طالبان به یک هزار اسیر دولت را رها کرده و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند آقای فیصل افزود که تا اکنون حکومت افغانستان 4019 زندانی طالبان را از بند آزار کرده است بعد پیش از این رئیس جمهور غنی در مصاحبه با تلویزیون ملی گفته بود که تا یک روز دیگر طرح رهایی زندانیان نهایی خواهد شد اما تاکید کرده که اگر طالبان نظامیان افغان را در اسارت دارند آزاد نکنند زندانیان باقی مانده آن گروه رها نخواهد شد آقای غنی گفت رهایی زندانیان تبادله ای است که طالبان باید زندانیان دولت را رها کنند و بدون آن رهایی زندانیان یک طرفه بودن نمیتواند حکومت افغانستان امروز ششم جولای شانزده سرطان به منظور تقویت اجماع منطقوی به صلح افغانستان نشست مشورتی را میزبانی کرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست که نمایندگان در حدود 20 کشور منطقه ملل متحد و ایالات متحده در آن حضور داشت بر پایان جنگ از سوی گروه طالبان تاکید کرد آقای غنی با اشاره به افزایش خشونت ها از سوی گروه های طالبان گفته است که این اقدامات طالبان اجماع ملی را خدشه‌دار می‌سازد اعلامیه ریاست جمهوری از آقای غنی نقل کرده که گفته است اگر طالبان به جنگ ادامه دهند پروسه صلح افغانستان با چلس های جدی روبرو خواهد شد رئیس جمهور غنی همچنان به نمایندگان این کشور از طریق کانفرانس ویدیویی گفت که میزان خشونت های فعلی در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است در اعلامیه ریاست جمهوری به گزارش های اخیر سازمان ملل متحد اشاره شده است که در آن آمده است که گروه طالبان هنوز هم با شبکه های توریستی رابطه دارد رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفته است که حکومت این کشور تلاش های همه جانبه به خرج داده به طالبان راه حل سیاسی پیشنهاد کرده و آماده مذاکره با این گروه است اما با آن هم خشونت در مقابل مردم افغانستان افزایش یافته است آقای غنی همچنان گفت که کشورهای منطقه با تهدید تروریسم مواجه و باید در مقابل آن در کنار هم مبارزه کنند در اعلامیه از آقای غنی نقل شده که گفته شده است اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به اهداف صلح برسد رئیس جمهور افغانستان گفت که ایالات متحده در مشارکت با افغانستان تلاش های زیادی را برای تقویت اجماعی جهانی به منطقوی به خاطر پروسه یه سال انجام داده است وزارت خارجه افغانستان گفته است که این نشست ویدیویی را محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان رهبری می کند. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامی گفته است که اشتراک کنندگان این نشست از گروه طالبان خواستند که خشونتها را به چشمگیر آن کاهش دهند تا زمینه برای آغاز مذاکرات صلح مساعد شود نمایندگان کشورهای منطقه ای ملل متحد و ایالات متحده از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایتشان را ابراز داشته و خواستار حفظ دستآوردهای دو دهه اخیر در افغانستان شدند ها از ادامه های طالبان پیش از این پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اتحادیه اروپا ملل متحد و مقامات نظامی و سیاسی آمریکایی نیز بر افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان انتقاد کرده و آن را غیر قابل پذیرش عنوان کرده اند سفارت بریتانیا در کابل دیروز گفت که از افزایش خشونت ها در افغانستان نگران است که از طالبان می خواهیم تا به خواسته های واضح مردم افغانستان گوش دهند هن، نشان دهنده که نسبت به صلح جدی هستند و خشونت ها را کاهش دهند در همین حال مقام های محلی ولایت کنر تاکید کردند که یک تیاره کشفی پاکستان در ولسوالی سرکانوی این ولایت سقوط کرده است غنی مصمم سخنگوی والی کنر گفت که در مورد سقوط این تیاره بیشتر معلومات ندارد و جزیات آن را بعدا با رسانه ها شریک خواهد کرد. اما یک منبع امنیتی در ولایت کنر که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده است روز سشن به هفتم جولای عبده سرطان به صدای آمریکا گفت که این تیاره کشفی پاکستان که بدون سرنشین بوده و در روستای سرکمر و در نزدیکی خط فرضی دیورن سقوط کرده است به گفته این منبع نظامیان افغان در مناطقی که این تیار را سقوط کرده حضور ندارند و نظامیان پاکستانی موفق شدند که به محل در این سانه ها برسند این منبع همچنان گفت که نظامیان پاکستانی موفق شده تا پارچه های این تیاره را با خود ببرند مقام های پاکستانی تا اکنون سقوط تیاره کشفی این کشور را در نقاط مرزی با افغانستان تایید و یا رد نکرده است و خبر اخیر این که تهدید زلزله های احتمالی عدم آگاهی مردم و بی برنامه یه حکومت زلزله به بزرگی 4.6 درجه ریشتر شب گذشته کابل پایتخت کشور را لرزاند در پی این رویداد که ساعت 8:38 به وقت محلی رخ داد مردم از ترس به بیرون از خانه هایشان فرار کردند زنگ خطر سفارت آمریکا در کابل همچنین بار پس هم از این بلرزش در آمد مرکز زمین شناسی آمریکا عمق این زلزله را 7.5 کیلومتری زمین و کانون را آن را منطقه پغمان در ولایت کابل اعلام کرده است کم بودن عمق زلزله و نزدیکی مهراق یعنی مرکز سطحی آن به محدوده شهری باعث شد که همزمان با احساس لرزش زمین شهریان کابل صدای راشی از امواج زلزله را نیز بشنوند امروز نیز حوالی ساعت 1 و 54 دقیقه پس از چاشت زمین لرزه دیگر کابل را تکان داد که هرچند شدت این زلزله به اندازه زمین لرزه دیشب قوی نبود اما شهروندان از این که در این بازه زمانی کوتاه شاهد و اقوی دو زمین لرزه بودن حراسان اند اقوی رویداد دوشنبه شب یادآور زلزله های تاریخی مطالعه شده در منطقه است که در حدود بیش از پنج ساعت سال پیش اوقوی یک زلزله در حدود افتشار 3 در مقیاس ریشتر را در منطقه مشابه تثبیت کرده است طبق این مطالعات زلزله های از این دست هر چند قرن یک بار در بازه تاریخی مورد مطالعه برای شهر کابل در نظر گرفته شده است به گفته یک کارشناسان تراکم جمعیت در کابل پایتخت ساختار به نظم عدم آگاهی شهروندان و بیتوجهی حکومت آسیب پذیری شهر کابل در برابر وقوع زلزله احتمالی را بسیار بالا برده ان. با ترکیب خطر بالای وقوع زلزله از یک سو و آسیب پذیری بالای شهر کابل از سوی دیگر خطر وقوع فاجعه بعد از زلزله نیز حتمی خواهد بود سیستم پاسخگویی به بحران و همچنین نهادهای امدادرسانی موجود به طور قطعی برای پاسخگویی به چنین فاجعه آمادگی ندارند از سوی دیگر حکومت از عامل دیگری که ممکن به کاهش تلفات و خسارات کمک کند که همان افزایش آگاهی آمز نیست، غفلت ورزیده است که در کشورهایی که با چنین خطرات طبیعی مواجه هستند ساختار به نظم آموزش و رسانه ها به شکل نظاممند آموزش های لازم برای مواجه با این حوادث و خطرات را در سطوح مختلف به مردم منتقل می کنند. به هر صورت حوادث و خطرات طبیعی اموری هستند که به تنهایی فاجعه آفرین نیست فاجعه وقتی رخ میدهد که بیش که بشر در برابر اوقوی حتمی این حوادثات آمودگی لازم نداشته باشد غفلت و بیبرنامگی موجود در شهر عدم نظارت حکومت به شهرداری متاسفانه نمونه بازرسی از این دست است به گفته کارشناسان تراکم جمعیت در کابل پایتخت ساختارها و نظامهای ناز... نامنظم عدم آگاهی شهروندان و بیتوجهی و حکومت آسیب پذیری شهر کابل در برابر وقوع زلزله احتمالی را بسیار بالا برده است با ترکیب خطرهای بالا وقوع زلزله از یک سو آسیب پذیری بالا شهر کابل از سوی دیگر خطر وقوع فاجعه بعد از زلزله نیز حتمی خواهد بود سیستم پاسخگویی به بحران و همچنین نهادهای امداد رسانی موجود به طور قطعی برای پاسخگویی به همچنین فاجه ها آمادگی ندارند. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان به جهان بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید تا ویدیوی بعد پدرود